اینجا 30 کیلومتری مهاباده، جاده اصلی مهاباد به بوکان که به دلیل کولاک شدید و ارتفاع برف فعلا در این مسیر تردد امکان پذیر نیستش، حتی با زنجیر چرخ. اما با کمک راهداران و نیروهای مردمی مسیرمان را ادامه دادیم و از دل تونل‌های برفی گذشتیم. سومین بار داریم مسیر رو تمیز می‌کنیم. الان هم 3 تا خانواده اینجا گیر کردن تو این قهوه‌خونه حاجی علیکن، داریم میریم اونجا رو تمیز کنیم. بوران و برف هم مانع عزم جزم راهداران برای بازگشایی مسیرها نمی‌شد. کولاک شدید هیچ اجازه‌ای به ما نمیده، باعث میشه سری بسته بشه. الان هم تو این 48 ساعت تعدادی زیادی 70-80 ماشین رو از کولاک شدید نجات دادیم. با توجه به کولاک شدید تعداد زیادی از راه‌های روستایی مسدود شده که ما فعلا مسیر کپکند بردمیش بسته غلط رو بازگشایی کردیم، ولی اولویت بازجاده اصلیه. اول باید بازجاده اصلی بازگشایی بشه و انشالله برنامه‌ریزی خواهیم کرد برای بازگشایی سایر راه‌های روستایی. بعد از ساعت‌ها به مقصدی رسیدیم که پناه و محل اسکان مسافران در راه مانده شده بود. از دیشب تو قهوه‌خانه گیر کردم، ولی الان با کمک راهداری من میتونم برم روستا حاجی علیکن. ازشون خیلی ممنونم. گفتم بیایید داخل امشب اینجا میمونید، فردا تا راهداری برسه. خیلی خوبه، آدم لذت میبره موقعی که جونی آدمو نجات میده. دو دستگاه سواری، 6 نفر صدرنشین که 3 نفرشون اهل شهرستان بانه بودن و 3 نفر اهل شهرستان بوکان در غذاخوری حاجی علیکن اسکان داده شده بودن که از ساعتهای اولی امروز با تلاش عزیزان راهدار ما تونستیم که خودمونو به غذاخوری سرایی حاجی علیکن برسونیم. هم‌اکنون تردد در گردنه‌ها و محورهای برفگیر و کوهستانی مهاباد به ویژه محور برهان و گردنه زمزیران حتی با زنجیر چرخ امکان پذیر نیست و مسدود است. این کولاک شدید و ارتفاع بلند برف کار بازگشایی مسیر جاده مهاباد بوکان رو برای راهداران سخت کرده. ارتفاع برف در برخی از نقاط به حدود 6 متر هم میرسه. صلاح‌الدین بابایی، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.